سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، با یک ویدیو دیگه در خدمتتون هستیم. توی این ویدیو میخوایم میلگرد معادل حساب کنیم، چه هم با اکسل بهتون میگم به چه شکل هست و چجوری اونجا وارد کنید، هم به صورت دستی. ببینید، فرض کنید 10 تا میلگرد طور 18 داریم ما و میخوایم تبدیلش کنیم به میلگرد 22. ببینیم چند تا میلگرد 22 میشه. حساب اگه بکنیم 10 که تعداد این میلگرد های ما هست، برای این مساحت میلگرد 18 میگیم پی دی 2 چهارم دی 18 به توان 2 تقسیم بر 4، نهایتا میرسیم به 2543. حالا می این مساحت تک میلگرد اینجا رو حساب میکنیم، پی دی 2 چهارم، دوباره اینو میذاریم 22، میرسیم به عدد 379. این مساحت کل ماست، نه یک تک میلگرد 18، مساحت کل 10 تا میلگرد 18. اینم که تک میلگرد 22. اگر ما بیایم این مقدار رو تقسیم بر این بکنیم، تعداد میلگرد حدود 6 خورده ای میشه که میگیریم 7 میشه تعداد میلگرد های 22. اما اگه نمیخوایم با اکسل حساب کنیم به چه صورت عمل میکنیم؟ ببینید، اینجا قطر میلگرد میذارید که وارد کنه طرف، تعداد میلگردم وارد میکنه، مساحت رو خودش حساب میکنه. به چه شکل؟ شما وارد میکنید 3 ممیز 14 ضرب در پی که همون 3 ممیز 14 دی 2 میشه، حالا هم اینجوری میتونید بنویسید، بی 1 ضرب در بی 1، همینجا میتونید به این صورت دی 2 رو بنویسید، تقسیم بر پرانتزشو میذارید تقسیم بر 4 ضرب در این تعداد ما که 10، اینتر که کنید این مساحت کل رو به شما میده. میلگرد تکتون رو اینجا مینویسید، مساحتش دوباره پی دی 2 چهارم، هم میتونید بنویسید پی ضرب در این 22 ضرب در 22 که همون توان 2 میشه، یا بیاین به وسیله این علامت توان 2 شو بذارید تقسیم بر 4 که اینم مساحت این به دست میاد. نهایتا میاید اینجا می نویسید که براکت تقسیم کل به این مساحت اینجا رو بگیره که میشه 6 خورده ای، این میاد براکتش رو میگیره میکنه 6، این فرمول INT به علاوه 1 که کنه همون 7 رو به ما میده دیگه. این اکسل، حالا من اینم براتون داخل کانال میذارم بتونید دانلود کنید، اکسلش آماده است، تو گوشی هم بریزید اینها رو وارد کنید، این سه تا عدد رو وارد کنید، این دیگه خودش حساب میکنه بقیه موارد رو. حالا من رنگ اینا رو عوض کنم که قاطی نکنین دوستان. این قسمت هایی که زرد شده رو فقط وارد کنید، خودش دیگه این بقیه موارد رو حساب میکنه. الان فرض کنید داشته باشید میلگرد 20، 10 تا میلگرد 20 داشته باشید و بخواید تبدیلش کنید به، ببینید چند تا میلگرد 25 میشه، به همین راحتی به شما تعداد رو میگه و دیگه نیازی نیست حتی محاسبات دستی انجام بدید. این فایل رو من براتون میذارم، میتونید دانلود کنید و به راحتی استفاده کنید. تو با گوشی هم که با این نرم افزارهای خدا آفیس اینو باز کنید، این سه تا عدد رو عوض کنید، این مساحت رو به شما میده. فرض کنید 16 تا مثلا طور 20 داریم، میخوایم تبدیلش کنیم به طور قطر میلیاردمون 16 هستش، تعداد رو میخوایم 20 تا در نظر بگیریم، میخوایم تبدیلش کنیم به مثلا میلگرد 18. ببینیم چند تا میلگرد 18 میخواد، میشه 16 تا میلگرد 18. جای این دوتا رو من عوض کنم فکر کنم راحت تر باشه برای دوستان، چون معمولا تعداد رو اول میگیم، مثلا میگیم 20 تا طور 16 چند تا 18 طور 18 میشه، 16 تا طور 18 میشه، یعنی زمانی که قطر میره بالا تعداد طبیعتا باید کمتر بشه دیگه. الان 20 تا دونه طور 16 بود، شد 16 تا دونه طور 18. خیلی ممنون توجهتون، حتما کانال ما رو دنبال کنید و با لایک و کامنتاتون ما رو حمایت میکنید که ویدیوهای بهتری براتون در نظر بگیریم. خیلی ممنون توجه. Thank you.